اپرای ایرانی در واقع ریشه هاشو من توی تعزیه میبینم. تعزیه اپراست، منتها اپرای خیلی هم اپراست دیگه، هم آواز توشه، هم حرکت توشه، هم همه چی توش هست. یعنی داریم اینا رو، ولی بهش هنوز اون بهای لازم داده نشده، ولی داریم نگه. خب مرغ باران تقریبا یه نیمه اپرای ایرانی بود دیگه، کامل نشد ولی وقت میخواد آدم این کار رو انجام بده و شما بتونین یه فکری که در درونتونه این رو به قوام بیاریم. مثل بچه هست، باید بهش فرصت بدین که این شکل بگیره، بشه یه آدم. فقط اسمش نیستش که بگی خب مثلا این ذکر مصیبته. ذکر مصیبت رو میشه در یه کلمه گفت، ولی وقتی شکل میگیره شخصیت خودش نشون میده. من یادم وقتی مادرم از تعزیه هایی که مثلا دیده بود برای من تعریف میکرد، من همه رو میدیدم، واقعا میدیدم که اونجا چه اتفاقی افتاده، چه جوری شده. همه اینا یه جوری به هم دیگه ارتباط دارن. یعنی اگر یه مادری برای پسرش فغان میکنه، اون فغان رو شما در پایانه خیلی از آثار میبینین. اون درون آدم ها وقتی به حرکت در میاد، مهم نیستش که این درون از یک اسطوره ایرانی به حرکت در اومده یا از یک اسطوره خارجی.